دادگاهی در کشور مالزی یکی از شیعیان این کشور را به خاطر داشتن کتب دینی تحت تعقیب قرار داده است. محمد خالد بن عبدالله هفته گذشته به دادگاه شریعت مالزی احضار شد و سپس تا روز محاکمه به قید زمانت آزاد گردید. برای آزادی وی تا روز برگزاری دادگاه مبلغ 7000 رنگیت مالزی به عنوان زمانت اخذ شده است. نیروهای امنیتی مالزی مهر ماه سال 1395 به یک مرکز فرهنگی شیعیان در محله تاماندایا شهر جهور بهرو در جنوب مالزی حمله کردند در این حمله سی تن از پیروان اهل بیت علیهم السلام به سازمان امور اسلامی احضار و پنج تن از آنان بازداشت شدند سرانجام محمد خالد بن عبدالله که یکی از دستگیر شده هاست به عنوان متهم و مجرم معرفی شد دلیل این اتهام این بود که در منزلی که به نام وی به ثبت رسیده کتاب های مربوط به شیعیان نظیر مفاتیح الجنان کشف و مصادره شده بود دادگاه شریعت کلوان جهور برای محاکمه وی با حضور شاهدان اواخر خرداد ماه برگزار خواهد شد